رو لندن است رادیوی بی بی سی ساعت هفت صبح تهران سونیم بامداد اینجا در لندن شنونده برنامه خبری رادیو بی بی سی هستید نگرانی از افزایش شمار مبتلایان و کشته شدگان ویروس جدید کرونا در ایران نماز جمعه امروز در بسیاری از مراکز استان ها لغو شده است سازمان بهداشت جهانی میگوید آمار مبتلایان در ایران احتمالا بیشتر از ارقام اعلام شده است در برنامه چشم انداز بامدادی امروز از تازه های کرونا در ایران و جهان خواهید شنید همچنین اینجا در استودیو گفتگوی زنده خواهیم داشت با یک پزشک متخصص نیروهای بشار اسد در ادلب سوریه به نیروهای ارتش ترکیه حمله کردند دست کم 33 نفر از نیروهای ارتش ترکیه کشته شدند سوریه و روسیه هنوز واکنشی نشان ندادند ترکیه میگوید از زمین و آسمان به سوریه حمله میکند میپرسیم آیا جهان شاهد جنگ دیگری خواهد بود ناتو در این میان چه نقشی ایفا میکند با ما باشید در برنامه خبری امروز رادیو بی بی سی بعد از شنیدن تازه ترین خبرهای جهان از فیروز اکبریان سلام و صبح بخیر خبرگزاری های ایران به نقل از شورای سیاستگزاری ائمه جمعه گفتند که با توجه به شیوع ویروس کرونا امروز مراسم نماز جمعه در تهران و مراکز چند استان دیگر برگزار نمی شود بر اساس آمار وزارت بهداشت تعداد مبتلایان به ویروس کرونا به 245 نفر رسیده و با فوت 7 نفر در روز گذشته تعداد کشته ها به 26 نفر سازمان بهداشت جهانی اما احتمال می دهد شمار موارد ابتلا در ایران بالاتر از آمار موجود باشد. پیشتر انتقادهایی از کمبود امکانات تشخیص کرونا در ایران شده بود. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران اما از بهبود شرایط میگوید. شبکه آزمایشگاهی کشور فعالتر و گستردهتر شد ما تا فردا 15 آزمایشگاهی داریم که حداقل میتونن تشخیص اولیه آزمایشگاهی کرونا رو اعلام کنند تا هفته آینده این عدد به 22 آزمایشگاه مورد تایید خواهد رسید اولین مورد ابتلا به ویروس کرونا در کشورهای جنوب صحرای آفریقا در نیجریه گزارش شده. بیمار شهروند ایتالیا است که به این کشور سفر کرده. تا به حال بیش از 80 هزار نفر در 50 کشور جهان بیماری کووید 19 گرفتند. حدود 2800 نفر هم جانشان را از دست دادهاند. یک مقام بلندپایه ترکیه میگوید دست کم 33 سرباز این کشور در حمله هوایی نیروهای دولتی سوریه در استان ادلب کشته شدند. رحمی دوغان استاندار خطای در جنوب ترکیه گفت که شمار دیگری هم در این حمله مجروح شدند. برخی گزارش ها حاکی از کشته شدن شمار بیشتری از سربازان ترکیه است. سینا علی نجات گزارش می دهد. بعد از این حمله مرگبار رئیس جمهور ترکیه در نشستی اضطراری با مقامهای ارشد امنیتی شرکت کرد و گزارش می شود که اکنون ارتش این کشور کوبیدن مواضع سوریه را شروع کرده است دمشق تا کنون در مورد این حادثه اظهار نظر نکرده نیروهای سوریه برای پس گرفتن ادلب از شورشیان تحت حمایت آنکارا تلاش می کنند. آخرین درگیری ها بعد از آن روی می دهد که این شورشیان روز پنجشنبه گفتند شهر استراتژیک سراقب را از نیروهای دولتی سوریه گرفتند و رسانه دولتی سوریه میگوید نیروهای اسرائیل سه موزه نظامی سوریه را در نزدیکی بلندی های جولان هدف قرار دادند گفته شده در این حمله سه سرباز زخمی شدند رسانه دولتی سوریه پیشتر گفته بود که یک غیر نظامی در حمله پهپادی اسرائیل در استان قنیتره در نزدیکی مرز با اسرائیل کشته شده رسانه های اسرائیل از فرد کشته شده به عنوان یکی از فرماندهان محلی حزب الله نام برده اند. رادیو بی بی سی گوش میکنید. صبحتون بخیر. من ناصر مدنی هستم. ویروس کووید 19 یا همان ویروس جدید کرونا همچنان در صدر اخبار مربوط به ایران است. شیوع گسترده ویروس باعث شده دستگاه های مختلف حکومت در ایران مسمم تر از هفته گذشته برای مقابله با این بحران چاره اندیشی کنند. بر همین اساس نماز جمعه امروز در تهران و 22 مرکز استان دیگر لغو شده و آزمایشگاه های بیشتری برای تشخیص بیماران مبتلا به ویروس اختصاص داده شده است. گزارش های رسمی هاکیست دست کم 245 نفر تا کنون به ویروس کووید 19 مبتلا شدند. این در حالی است که بر اساس گزارش های غیر رسمی چندین هزار نفر در ایران به این ویروس مبتلا هستند. سازمان بهداشت جهانی میگوید موارد ابتلا به ویروس جدید کرونا در ایران احتمالاً به مراتب بالاتر از آمار موجود است چون این ویروس هنگام ورود به ایران شناسایی نشده بود همزمان آمار مبتلایان در میان مقام های کشور هم رو به افزایش است در تازه ترین موارد معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری در امور زنان اولین عضو کابینه حسن روحانی است که ابتلایش به کرونا تایید شده و مشتاق زلنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران هم در پیامی ویدیویی اعلام کرده که به این ویروس مبتلا شده است در یک پیام ویدیویی دیگر رهبر ایران از کادرهای درمانی تشکر کرده ابراز امیدواری کرده که به گفته او کلک این ویروس محنوس هرچه زودتر گرفته شود در پاسخ وزیر بهداشت ایران از او تشکر کرده و گفته پیام پدرانه رهبر ایران خستگی ها را زدود و ایران با شعار کرونا را شکست می دهیم جهانیان را شگفت زده خواهد کرد. این در حالی است که میزان بالای کشته شدگان مبتلا به کرونا در ایران در مقایسه با سایر کشورها ابهاماتی را در تمهیدات دولت ایران برای جلوگیری از شیوع این بیماری ایجاد کرده و بسیاری به آمار و ارقامی که از سوی مقامها درباره تعداد مبتلایان و کشته شدگان اعلام می شود بی اعتمادند جزئیات این خبرها رو پی میگیریم ابتدا تازه ترین آمار مبتلایان و کشته شدگان از همکارم فرین آسمی از چهار شنبه تا پنجشنبه شنبه ظهر دیروز تعداد مبتلایان به کرونا در ایران 106 مورد افزایش پیدا کرد چیزی بود که در روزهای اخیر بی سابقه بوده کرونا به 22 تا استان رسیده و آماری که اعلام شده خیلی همینطوری داره افزایش پیدا میکنه اما مخف مخفی کاری دیرینه جمهوری اسلامی در این زمینه ها و آماری که توسط پزشکا و بعضا بیمارستان ها به صورت غیر رسمی اعلام میشه با باعث شده که یک تضادی دیرو نشون بده با آماری که وزارت بهداشت نشون داده و این باعث شده که این مسئله رو زیر سوال ببره مردم اطمینان چندانی نداشته باشن به آمار رسمی که از طرف وزارت بهداشت اعلام شده حتی این مسئله باعث شد که کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت دیروز صحبت بکنه در مورد آمار و گفت که تفاوت آمار وزارت بهداشت با آمار پزشکان و آزمایشگاه اینه که این آمار و نتیجه تست ها باید به تایید وزارت بهداشت برسه و به گفته آقای جهانپور تا اینکه ذات بهداشت این آمار رو اعلام بکنه خب یه مقداری ممکنه که طول بکشه به خاطر همینه که آمار متفاوت هست از مقامات ایران دیگه چه کسایی مبتلا شدن در روزهای اخیر چند نفر از مقامهای جمهوری اسلامی از مثبت بودن تست کروناشون خبر دادن این مسئله در شبکه های اجتماعی با تردید کاربرا همراه بوده و خیلی‌ها رفتن و از اونها مدرک خواستن و گفتن که نتایج تست کروناشون رو منتشر بکنن یکی از این افراد مشتبه زلنور هست رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که در اینستاگرامش ویدیویی منتشر کرد و گفت که تست کروناش مثبت هست و خیلی در این ویدیو امیدوار بود و گفت که میتونه کرونا رو شکست بده هادی خسروشاهی از حوز... حوزه علمی قوم هست که چند روز قبل در این شهر به کووید 19 مبتلا شده بود در بیمارستان مسیح دانشوری درگذشت دیروز 82 سال داشت مدتی هم سفیر ایران در واتیکان بوده نماینده رئیس نماینده جمهوری اسلامی بوده در مصر و نخستین چهره مطرح هست که روحانی هم هست و بر سر ویروس کرونا جان خودش رو از دست میده معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور خانواده و زنان فرد دیگری هست که از مثبت بودن تست کروناش خبر داده و خبرگزاری های ایران گفتن که در منزل بستریه و در حال سپری کردن این دوران بیماریش هست از طرف دیگه افرادی هم بودن که جز مقامات جمهوری اسلامی نبودن مجید و محمد جمشیدی دو نوازنده در لنگرود هستند که این دو نفر بر سر ابتلا به ویروس کرونا جان خودشون رو از دست دادن الهام شیخی فوتسالیست 22 ساله قومی هست که در تیم های داخلی استان قم بازی میکرده او هم به دلیل ابتلا به کووید 19 بیماری که بر سر ویروس کرونا میگیره جان خودش رو از دست داده ولی از طرف دیگه افرادی هم هستن که بهبود پیدا کردن به گفته خبرگزاری گذاری های ایران رحمانزاده شهردار منطقه 13 تهران هست که اوایل هفته اعلام شد به کرونا مبتلا شده ولی الان میگن از بیمارستان مرخص شده خبرگزاری ها و گفتن که حال عمومیش بهتر است. و اجازیات تعطیلی مدارس و نماز جمعه ها در ایران برام بگو در مورد تعطیلی مدارس مقام های مختلف خبرهای زد و نقیز میدن میگن که هنوز مشخص نیست که تا کی مدارس تعطیل هستن ولی خب این وحشت از انتشار ویروس کرونا جدید باعث شده که خانواده ها نذارن خیلی هاشون که بچه هاشون به مدرسه برن و یعنی گفتن که در شبکه اجتماعی و اینور میگن که نمیذارن تا مثلا عید بچه هاشون به مدرسه برن همین باعث شد که محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات بگه اگر که تا عید مدارس تعطیل باشه آموزش از راه دور به دانش آموزا داده میشه و خانواده ها نباید نگران اون باشن از طرف دیگه وزارت ارشاد از تعطیلی همه برنامه های فرهنگی هنری و سینمایی برای یک هفته دیگه خبر داده علیرضا زالی رئیس ستاد مدیریت کرونا در تهران هم گفته پیشنهاد داده که به قوه قضاییه پیشنهاد داده زندانی هایی که از درون زندان میتونن گواهی صحت بگیرن به مرخصی بیان و بتونن بیرون از زندان باشن در این مدت مسئله زندان ها و پادگان ها هم خیلی در این مدت نگران کننده بوده به خاطر اینکه جمعیت زیادی در یک محیط کوچک هستند که خیلی راحت میتونن کرونا رو اگه یکشون داشته باشه بگیرن و این مسئله باعث نگرانی های زیادی شده از طرف دیگه نماز جمعه در 23 استان هم قرار برگزار نشه مثلا در استان های تهران قم اصفهان و رشت مشهد تبریز اینها در تبریز شهر تبریز قرار شده که نماز جمعه برگزار نشه در این مدت گفتگو میکردم با فرین آسمی درباره جزئیات بیشتر از خبرهای مربوط به گسترش ویروس کرونا جدید در ایران تا دقایق دیگر اینجا در استودیو با یک فوق تخصص آی سی یا مراقبت های ویژه گفتگو خواهیم داشت اگر سوالی درباره این بیماری دارید میتونید از طریق شناسه ما در تلگرام بی بی سی شما یا پایپخش زنده برنامه در فیسبوک اون رو مطرح کنید تا پاسخش رو حتما بشنوید دیروز در ایران نشستی با حضور سفرای خارجی مقیم تهران مسئولان وزارت بهداشت ایران و رئیس دفتر سازمان بهداشت جهانی در وزارت خارجه ایران برگزار شد هدف این نشست اطلاع رسانی درباره اقدامات پیشگیرانه از سوی ایران برای مقابله با ویروس کرونا اعلام شده همزمان دکتر مایک رایان رئیس بخش درمان اضطراری سازمان بهداشت جهانی گفته که انتظار می رود موارد ابتلا به ویروس کرونا افزایش پیدا کند با اینکه شمار جانباختگان در ایران بعد از چین بیشتر از بقیه کشورهاست اما رئیس بخش درمان اضطراری سازمان بهداشت جهانی میگوید تجربه ایران در مواردی این چنینی نشان می دهد این کشور برای مبارزه با این وضعیت آماده است بخشی از صحبت های رو بشنویم This disease came and into Iran. این بیماری بدون شناسایی و دیده شدن وارد ایران شد به همین دلیل میزان شیوع ممکنه خیلی گسترده تر از اون چیزی باشه که میبینیم بسیاری از بیماری های واگیردار در شروع همین طورن چون فقط تیفی که وضعشون حاده رو میبینیم اما بعد وقتی معاینات گسترده میشه موردهای ملایم تر رو پیدا میکنیم ایران در گذشته با وضعیت های زیادی دست و پنجه نرم کرده در واقع سابقه ایران در مواجهه با زمین لرزه و بلایای طبیعی و همینطور گروه های امدادی این کشور نشون میده که اونها از لحاظ پزشکی برای مدیریت بیمارهایی که حالشون وخیمه توانایی های زیادی دارن پس من شک دارم ربطی به مراقبت های پزشکی داشته باشه به نظرم در این مرحله بیشتر به ردگیری و شناسایی موارد ابتلا مربوطه مایک رایان بود رئیس بخش درمان اضطراری سازمان بهداشت جهانی که درباره شیوع ویروس کرونا در ایران صحبت میکرد همونطور که پیشتر گفتم اینجا در استودیو با ما دکتر مازیار سطری فوق تخصص مراقبت های ویژه یا آی سی با ما هستند تا درباره جزئیات تازه ترین خبرها گفتگو کنیم صحبت صحبتون بخیر آقای صدری خوش آمدید به برنامه امروز شما هم بخیر رئیس بخش درمان اسرائیلی سازمان بهداشت جهانی همین حالا صحبتش رو شنیدیم گفت تجربه کادر درمانی در ایران برای مقابله با بحران نشون داده که برای مقابله با این ویروس هم توانایی لازم رو داره تجربه کادر درمان به جای خود ولی از لحاظ تجهیزات و امکانات پزشکی چی مثلا در کره جنوبی و ایتالیا دهها هزار نفر در همین یک مدت کوتاه گذشته یکی دو هفته گذشته تست این آزمایش کرونا رو دادن در ایران چنین امکاناتی وجود داره میدونیم اصلا چند نفر تست شده؟ با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز حضورتون ارز کنم که جدا از مسئله تجهیزات مسئله مدیریت در امور درمانی و مس... مسائل بحرانی بسیار بسیار از اهمیت ای برخوردار هست ما از ابتدای شروع بیماری کرونا شاهد بودیم که مدیریت چندان دقیقی روی این قضیه انجام نشده مهمترین ضعفی رو که من شاید بتونم بهش اشاره بکنم این هستش که با وجودی که ما میدونیم تعداد بسیار زیادی از مبتلایان از شهر قم به تمام نقاط کشور پخش شدن هیچ گونه قرنطینه ای صورت نگرفت روی این شهر بلد. و این قرنطینه میپردازیم آقای دکتر صدری ولی سوال اینجاست که مثلا در چین کیت های آزمایشگاهی هستن بلد. که بسیار در مدت زمان کوتاهی میتونن تشخیص بدن بلد. که آیا طرف کرونا داره یا نه اما در ایران آزمایشگاه ها بعد 24 ساعت حداقل به تا البته بتونن. این هم صحبت مفصلی داره در مورد بس تخصصی داره که حالا من شاید بگم از هیته اینجا خارج باشه ولی قطعا صحبت هایی که بود از داخل ایران بود که کیت های پی سی آر که برای تشخیص استفاده میشه به حد کافی در دسترس نبود و مسئله دیگری هم که در ایران وجود داره مسئله هزینه درمان هست که اینها هم باستی مرتفع بشه تا مردم بتونن به طور راحت از قربالگری برخوردار بشن و بیماریشون تشخیص داده بشه یکی از مواردی که در این چند روز گذشته انبار مطرح بوده این شمار بالای مقام های رسمی در کشور هست که گزارش شده که به کرونا مبتلا شدن این آمار بالا چه تصویری به ما میده آیا اونها دسترسی بهتر و بیشتری به این تجهیزات آزمایشگاهی دارن یا یعنی اینکه خیر کار اونقدر بالا گرفته که مثلا دیگه مقام رسمی هم دچار این بیماری شدن با تعجب تعداد اعلام شده از طرف وزارت بهداشت ایران ابتلای به این حد وسیع از مقامات ایران غیرواقعی به نظر میرسه و من از نظر علمی نمیتونم تصور کنم چنین ابتلایی وجود داره خب یعنی اگر شما اون دویست و چهل و پنج نفری رو که مقام های رسمی در ایران میگن مبتلا هستن معتقدید که این تعداد از مقام ها نمیتونن توشون بله بله, بله با آمار ارائه شده به هیچ ترتیب قابل به قول قبول نمیتونه باشه شما اگر در نظر داشته باشید که در چین با مبتلای حدود هفتاد و چند هزار ما یک دونه مسئول بسیار درجه اول کشور رو نداشتیم که مبتلا شده باشه اگر اون رو بخواید تقسیم بر تعداد بکنید یه مقداری به نظرم در این زمینه من از نظر علمی نمیتونم این رو توجیح بکنم و به نظرم غیر واقعی میاد بسیار خوب در پاسخ به سال اول به خاطر دارم که به ماجرای قرنطینه اشاره کردید بسیاری این موضوع رو مطرح کردن که چرا مسئولین این کار رو نمی درباره شهرهایی که بیشترین شمار ابتلایان به در واقع کرونا در اون دیده میشه قوم گیلان در در رشت گفتن فقط بیمارستان رازی رو بهش اختصاص دادن همزمان البته این هم گفته شد که امکاناتی وجود نداره که بخوان اگر قرنطینه بکنن بعد از قرنطینه شدن تمام تجهیزات رو بخوان برای مردم شهری که قرنطینه شده فراهم بکنن حالا جدای از اقلام مورد نیازشون اقلام خوراکی همین تجهیزات پزشکی هم سخت تهیهش کدوم اینا درسته اینکه توانایی وجود نداره برای قرنطینه کردن شهرها اینکه نه اساسا این تفکر تفکر قدیمی نیست اون که یکی از مقام های ایران گفته تفکر که مسلما قدیمی نیست شما در نظر بیاید که کلا اپیدمی سارس در سال 2002 و 2003 س... به همین روش قرنطینه ب... کنترل شد اگر هم به مصاحبه دیروز دبیر کل سازمان بهداشت جهانی توجه بفرمایید ایشون هم اشاره کردن که ویروس در مرحله است که میشه اون رو محصور کرد در دیوارهای قرنطینه ما از ابتدای شروع بیماری در ایران میدونستیم که منشأ اون شهر قم هست اولین جایی بود که بیماری درش بروز کرد خب طبعا بر اساس دلایل بسیار محکم علمی می این قرنطینه انجام میشد در شهر قم و هرچه ما از اون ابتدای قضیه دورتر بشیم تعداد مواردی که به شهرهای دیگه صادر میشه بیشتر خواهد شد و شانس اینکه که ما بیماری رو بتونیم محصول کنیم در دیوارهای کوچک یک شهر به جای کل کشور برای. کمتر خواهد شد. سوالای همچنان زیاد هست یکی این که یکی از کسانی که تعداد زیادی از کسانی که مبتلا شده بودند در چین گفته شده بود که درمان شدن حالا انگار دوباره مبتلا به همین ویروس شدن یا اون ویروس دوباره در... خودش رو در این بیماران نشون داده این چه بحث امیدواری به بهبود رو درباره این موضوع دوباره پیش کشیده و اینکه گفته شده بود کسانی که مثلا سن بالایی دارند یا بیماری های زمینه ای دارند بیشتر در خطر مرگ در باره این ویروس باهاش مبتلا هستند اما میبینیم که در خبرها هست که حالا تایید شده یا نشده بسیاریش تایید نشده هنوز بسیاری از لیست ها یا ورزشکاران مبتلا شدن و بعد کشته شدن من فکر میکنم به مقداری اشکالات تشخیصی در کشور بسیار واضح به طور واضحی وجود داره تقوی بزرگترین آماری که از یک مقاله که در روزنامه در مجله پزشکی انجمن پزشکی آمریکا منتشر شده و بر اساس اون بیش از 45 هزار کیس مبتلا در چین مورد بررسی قرار گرفتن حدود یک درصد از مبتلایان زیر ده سال بودند و حدود یک درصد بین ده تا بیست سال و بیشترین مبتلایان از سنین سی به بالا بودن سی تا هفتاد و نه سال و فقط سه درصد مبتلایان بالای هشتاد سال بودن بنابراین اینکه ما بخوایم سنین خیلی پایین رو بخوایم که بگیم واقعا مرگشون در اثر این بوده یه مقداری نیاز به دلایل بهتری شاید داشته باشیم مگر اینکه خب اینها بیماری های زمینه ای داشتند که این نه. به این مسئله دوچار شدند در مورد ایمنی نسبت به ویروس ما میدونید که از زمانی که ویروس وارد بدن میشه سیستم ایمنی بدن فعال میشه و بایستی آنتیبادی یا پادزهر رو بر علیه ویروس ترشح بکنه هنوز اطلاعات کافی و دقیقی در مورد اینکه آیا مسئولیتی که به دست می آید این مسئولیت کامل و دائمی خواهد بود وجود نداره و به نظرم اگر یک مورد یا دو موردی این چنینی گزارش شده بیشتر به نظر میاد که ناشی از درمان ناقص بیماری بوده و عود همون بیماری اولیه بزیخون. تا بیماری جدید یکی دو تا از سوالهای های مردم هم بپردازیم خیلی کوتاه اگر پاسخ بدید باش. ممنون میشم پرسیدن که مواد خوراکی که در بیرون تهیه میشه و ممکنه بهداشت کامل در برش رعایت نشده باشه مم... ممکنه که ناقل بیماری باشه بیماری همونطور که مستحصر هستید از طریق قطرات تنفسی و بزاق انتقال پیدا میکنه چنان چه ماده غذایی به اینها آلودگی پیدا بکنه بله امکان انتقالش هست ولی تصور اینکه مواد غذایی مثل سبزیجات یا گوشت یا چیزهایی که به طور روزمره خرید میشه آلوده به این مسائل باشند یه یعنی مقدار دور از انتظار هست و به نظرم وسواس شاید باشه وضعیت آب و هوا چطور مثلا سردی هوا اگر بخواد بیماری رو سرماخوردگی رو ایجاد بکنه ما در ویروس های مشابه میدونیم مثل مثلا انفلوانزا یا ویروس های آنچنانی همیشه تصور میشده که با کاهش سرما این ویروس یواش یواش افت میکنه از نظر فعالیت انتظار میره که در مورد این ویروس هم به این ترتیب باشه ولی چون این ویروس ویروس جدیدی است و دو ماه بیشتر از عمرش نمیذاره اینکه رفتارش بشه ترتیب هست خیلی سخت هست که قابل پیش بینی باشه ممنونم از شما دکتر مازیار صدری فوق تخصص مراقبت های ویژه آی سی اینجا در استودیو با ما شبکه‌های اجتماعی معروفند که آینه هستند تمام از تغییرات اجتماعی در درون جوامع از جمله با کلیدواژه کرونا که نگاهی به شبکه های اجتماعی بیاندازید کاربران زیادی رو میبینید که در ایران هستند و از جنبه های متفاوتی احساسات و نگرانی هاشون رو درباره مواجهه با این بیماری با سایر کاربران به اشتراک میذارن اگر شما هم مایل باشید میتونید نظراتتون رو در این باره با ما در میون بگذارید تا برنامه بخونم بی, بی سی شما در تلگرام پایپخش زنده برنامه در فیسبوک دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به BBC شما بامدادی ات بی دو سفر چهل و چهار سی و هفتاد و دوازده بیست و دو بیست و دو همانطور که در خبرها هم شنیدید اولین مورد ابتلا به ویروس کرونا در کشورهای جنوب صحرای آفریقا در نیجریه هم گزارش شده بیمار شهروند ایتالیاست که به این کشور سفر کرده تا به حال بیش از 80 هزار نفر در 50 کشور جهان کووید 19 گرفتند حدود 2800 نفر هم جانشان را از دست دادند تازه ترین خبرها درباره گسترش این ویروس در سایر نقاط جهان غیر از ایران از همکارم مهنوش پورزیایی نزدیک به دو ماه بعد از اولین مورد ابتلا به ویروس کرونا جدید در چین، سازمان بهداشت جهانی روز پنجشنبه اعلام کرد شیوع ویروس جدید کرونا به نقطه تعیین کننده با ظرفیت همهگیر شدن رسید است. او گفته از جامعه بین با جدی نگرفتن ویروس کووید 19 یا کرونا جدید اشتباه بزرگی مرتکب خواهد شد. روز پنجشنبه دومین روزی بود که موارد جدید ابتلا به ویروس کووید 19 خارج از چین از داخل مرزهای این کشور بیشتر بود. تدروس گبریسوس رئیس سازمان بهداشت جهانی گفته است در حال حاضر آنچه در سایر کشورهای جهان در جریان است بزرگترین مایه نگرانی این سازمان است. بیش از 80 هزار نفر در نزدیک به 50 کشور جهان به این ویروس مبتلا شدند و نزدیک به 2800 نفر بر اثر آن جانشان را از دست دادند. دکتر گبریسوس از دولت های جهان خواسته برای مهار ویروس کرونا قاطعانه و سریع وارد عمل شود. به گفته ای آقای گبریسوس شرایط بسیار حساس است و بسته به نحوه مدیریت هر اتفاقی ممکن است بیفتد. او افزود زمان ترس نیست و وقت اقدام برای جلوگیری از گسترش ویروس و نجات جان مردم است. تعداد مبتلایان به کرونا در فرانسه که بیشترین جهانگرد سالانه در جهان را دارد ظرف یک روز دو برابر شده تعداد مبتلایان فرانسه 38 نفر گزارش شده و تاکنون دو نفر از آنها جانشان را از دست دادند امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور نسبت به قریب الوقوع بودن همهگیری کرونا هشدار داده در کره جنوبی تعداد مبتلایان به 1261 نفر رسیده و تاکنون 12 نفر آنها بر اثر ویروس جان دادند در ایتالیا تعداد تلفات 17 نفر و تعداد مبتلایان 650 نفر گزارش شده. در بریتانیا در مجموع 16 نفر مبتلا به ویروس شناسایی شدند و هلند نیز روز پنجشنبه با شناسایی اولین فرد مبتلا به جمع کشورهایی پیوسته که با گسترش ویروس دست و پنجه نرم می کنند. همزمان بازار بورس و سهام با نگرانی از طبعات اقتصادی همگیر شدن ویروس کرونا دوباره سقوط کرده. هنگام بسته شدن بازار بورس در وال استریت نیویورک شاخص دا جونز تقریبا بیشترین افت خود را در دهه اخیر تجربه کرد ارزش شاخص S و P 500 نزدیک به چهار درصد کاهش یافته سرمایه گذاران نگران سرعت و وسعت گسترش ویروس کرونا هستند و رئیس سابق بانک مرکزی آمریکا هشدار داده که همهگیر شدن این ویروس میتواند آمریکا را به رکود اقتصادی نزدیک کند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اعلام کردند برای کمک مالی به کشورهای نیازمند جهت مقابل با ویروس کرونا آمادند. اتحادیه اروپا نیز گفته خود را برای مقابل با تبعات اقتصادی این ویروس آماده می کند. مهنوش پورزیایی گزارش می داد. اما در کنار کرونا بشنوید که وزارت دارایی آمریکا خبر داده که با همکاری سوئیس سازوکار ویژه‌ای را به راه انداخته تا تجارت اقلام بشردوستانه با ایران تسهیل شود و امکان معامله اقلامی چون کالاهای کشاورزی، غذا، دارو و تجهیزات پزشکی با ایران فراهم شود. یک ماه پیش سوئیس که کشور واسطه میان ایران و آمریکا است اعلام کرده بود کانال تجاری ایران و سوئیس برای عبور از تحریم آمریکا جهت واردات دارو و غذا به ایران به طور آزمایشی به راه افتاده. آمریکا میگوید برای این منظور اطلاعاتی را درباره معاملات و طرف معامله ایرانی از مؤسسات مالی و تجاری میگیرد تا مطمئن شود کالاهای مورد معامله به مردم ایران برسد و رژیم ایران به گفته وزارت خزانه داری آمریکا از این کالاها سوء استفاده نکند. سینا علی نجاد گزارش می داد. کانالی که سوئیس ایجاد کرده امکان صدور مواد غذایی دارویی و سایر تدارکات ضروری به ایران را فراهم می کند. بر اساس مجوزی که دولت آمریکا پنجشنبه صادر کرد شرکت هایی که از طریق این کانال به ایران کالا میفرستند نگران نقض تحریم ها نخواهند بود وزارت امور اقتصادی سوئیس در بیانیه گفت که این کانال که یک مکانیسم پرداخت مالی است از روز 27 فوریه یعنی پنجشنبه فعال شد. سوئیس میگوید مقام های این کشور از اواخر سال 2018 شدیدا سرگرم تلاش برای ایجاد این مکانیسم مالی بودند. در این بیانیه آمده که به این ترتیب سوئیس به ارسال محصولات کشاورزی، غذایی، دارویی و پزشکی به ایران کمک میرساند. بر اساس این توافق وزارت دارایی آمریکا به شرکت و بانک های سوئیسی شرکت کننده اطمینان میدهد که مبادلات مالی آنها با ایران با قوانین آمریکا سازگار خواهد بود. در مقابل این شرکت ها و بانک ها اطلاعات دقیقی را درباره معاملاتشان در ایران در اختیار وزارت امور اقتصادی سوئیس خواهند گذاشت اطلاعاتی که بعدا به دولت آمریکا منتقل می شود برایان هوک نماینده ویژی امور ایران در وزارت خارجه آمریکا هفته پیش گفته بود که شرکتها علاقه زیادی به شبکه ایجاد شده توسط سوئیس نشان میدهند و آمریکا مشغول مذاکرات با دو شرکت است که از آنها نام نبرد ایران پس از خروج آمریکا از توافق هسته ای و اعمال مجدد تحریم ها در سال 2018 با کمبود شدید دارو و برخی تجهیزات پزشکی مواجه بوده آمریکا صادرات کالاهای انسان دوستانه به خصوص دارو و تجهیزات پزشکی را از تحریم ها معاف کرده با این حال گفته می شود بانک ها از ترس تحریم حاضر به تسهیل هیچ نوع معامله با این کشور نیستند روز پنجشنبه یک نماینده ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت که حداقل 15 کودک ایرانی که به بیماری اپیدرمولیز بروزا مبتلا هستند به دلیل کمبود دارو و تجهیزات جانشان را از دست دادند به گفتی او شرکتی سوئدی که بانداج محافظ پوست مورد نیاز این بیماران را به ایران صادر می کرد به دلیل محدودیت های ناشی از تحریم ها آن را متوقف کرده است اپیدرمولیز بروزا یک بیماری ژنتیکی است که باعث تاول های خطرناک و خونریزی پوستی می شود به علاوه شیوع ویروس ایران باعث فشار بیشتر بر نظام بهداشتی این کشور شده است سینا علی نژاد گزارش میداد اجازه, می د... اجازه بدید که تنفسی کنیم بشنویم مروری بر مجلات این هفته در تهران رو کاری از مسعود بهنود روزنامه نگار در لندن بررسی مجلات این هفته رو در این بخش اختصاص بدیم به چشمانداز ایران و همینطور نوپا نشریه جدید چشمانداز ایران همون ماهنامه است که البته این دفعه دو ماه منتشر شده است آقای میسمی منتشر میکنه و از سیاست داخلی سیاست خارجی اقتصاد و توسعه اصولا اندیشمندی جامعه تاریخ و حتی کمی ادبیات هم درش میخونیم در همین شماره فراون درباره همه این مسائل گفته شده ولی تکیه اصلی که جل رو هم به خودش اختصاص داده مسئله قانون اساسی است چه جوری میشه که قانون اساسی رو به شکلی در آورد که این فاصله به وجود آمده بین مردم و حکومت رو کم کنه و در اینجا مقالات بسیار خوبی از جمله خود آقای میسمی و همینطور آقای هاشمی آقای هاشمی با عنوان چشمان باز کاملا بسته می نویسد که هواپ ما دیر پرید گفته بودن بار اضافی داره سنگینی بار هواپ ما از حضور بیوزن هزاران آرزو بود نزدیک صبح بود که آدمها با رویاهاشون پرواز کردند سبکی آسمان و ناگهان آتش همه چیز با یک موشک تمام نمی شود دست کم من خیال نمی کنم رویای آدمها را رو بشود با آتش سوزاند رویا در آسمان میماند با همان سبک و روشی پرهیبت آرزوهای آدم های سوخته روی خانهایشان میماند انقدر که خیال میکنی سخف سنگین است و هر آینه فرو میریزد و بعد مقالات دیگری چشمانداز سیاست داخلی راجع به مسئله قانون اساسی است قانون اساسی چاره خلع گفتمانی و راهبردی کنونی آیا هست؟ این سوال رو آقای پیمان مطرح کرده است میگه این فاصله که الان بین حکومت مردم اتفاق افتاده چیست بعدش به یه گزارشی برمیخوریم بسیار مهم شهروندان رانده شده به هاشیه یادآوری میکنه انقلاب هم در حقیقت شورش همین طبقه بود که رخ داد و حالا آیا اونچه که الان اتفاق افتاده چارش جز شکل دادن به یک روش های تازه ای در حکومت و حکومتداری هست این سوالی است که مطرح میشه و آقای پیما مثل بقیه مقالاشون با ریزنگاری و جزئیات این موضوع رو جواب میده همینطور که آقای دادخواه هم نگاهی میکنه به خود این قانون اساسی موجود که در اون زمان بچه اساسی نوشته شد و چه شکلی داشت نوشتنش و حالا چه وضع و موقعیتی داره و اگه قرارم بشه که به شکل روز در بیاد جواب روز رو بده اون وقت چه باید کرد به همین طریق پیش بریم خاطره ای که آقای سیرفی نژاد از چهره های آشنای روزهای اول انقلاب هست میدهد از وقتی که برای اولین بار وقتی که آقای خمینی میرسه به پاریس ایشون میزبانش بود با همسرشون و بنابراین خاطرات اون موقع یعنی خاطرات موقعی که آیت الله خمینی رفت به پاریس و وارد این دسته بندی های عمومی شد و روز اول چه وضعیتی اتفاقی بود تا موقعی که آمدند به تهران اما نوپا نوپا یک نشریه است از اسمش هم پیدا سال نمیدونم وقتی که شماره صدایش بشه اون وقت هنوز بهش میگیم نوپا یا نه ولی الان در شماره یکش به حال نوپاست رفتن جمعی خیلی زحمت کشیدند و این اولین شماره رو در آوردند و نوشتند که 80 درصد مطالبشون رو میدن به نویسندگانی که تا کنون کتابی از آنها منتشر نشده نامونشانی ندارن من به یاد جنگی میندازه که در سالهای چهل ما در نوجوانی بودیم و محمد علی سفانلو زنده یاد و همینطور آقای نوری الله اسمایل نوری الله در آوردند و از ما نوباوگان عالم دعوت کردند که اگه شعری داریم بیاریم بدیم و ما قبل از اون شعری شاب نکرده بودیم هممون بسیاری از اون عده بعدا شاعر شدند بنده نه بعدن راه کت شد به مسیر دیگری ولی خیلی از کسانی که در اون تک شماره ای که در اومد و به صورت استنسیلی هم چاپ شده بود و ما چون شعرمون اون تو بود رفتیم نمیدونم 2000 3000 چقدر دادیم و اون رو خریدیم بله یادگار خوبی است اما به نظرم میرسه فقط بر اون کسایی که شعرشون چاپ میشه خیلی هیجان انگیزه انقدر نخواهد بود این هیجان که یک نشریه دخل و خرج کنه امیدوارم که دوستان با این همت بلندی که به خرج دادند و مجله در آوردن بالاخره بعد از مدت هاست دارن سرش زحمت میکشن موفق باشند یک بخش اصلی از مجله اما اختصاص داره بررسی کارنامه ادبی سفتر تقیزاده که واقعا جای بحث خالی مصاحبه ناصر تقبایی بسیار حرفا میزنه نوشته های دیگران هم همینطور و در نتیجه شماره اول مجله ادبی نوپا رو تبدیل میکنه به شماره خوبی با هم نگاهی گذرا کردیم به چشمانداز ایران و نوپا با مسعود بهنود بودیم روزنامه در لندن و بخش اول بررسی مجلات این هفته مروری داشته باشیم بر خبرهای ایران و جهان خیلی کوتاه خبرگزاری ایران به نقل از شورای سیاستگزاری امه جمعه گفتند که با توجه به شیوع ویروس کرونا امروز مراسم نماز جمعه در تهران و مراکز چند استان دیگر برگزار نمی شود بر اساس آمار و وزارت بهداشت تعداد مبتلایان به ویروس کرونا به 245 نفر رسیده و با فوت 7 نفر در روزهای گذشته تعداد کشته ها به 26 نفر رسیده سازمان بهداشت جهانی اما احتمال میدهد که شمار موارد ابتلا در ایران بالاتر از آماره موجود باشد اولین مورد ابتلا به ویروس و کرونا در کشورهای جنوب صحرای آفریقا در نیجریه هم گزارش شده و رسانه های دولتی سوریه میگویند نیروهای اسرائیلی سه موزه نظامی سوریه را در نزدیکی بلندی های جولان هدف قرار دادن گفته شده در این حمله سه سرباز زخمی شدند اما بشنوید از یک خبر فوری دیگری که همین دقایقی پیش از اینکه ما به استودیو بیایم در صدر خبرگزاری های جهان قرار گرفته نیروهای دولتی سوریه در ادلب شمال غرب این کشور 33 نفر از نیروهای ارتش ترکیه را کشتند همزمان ترکیه میگوید به تلافی حمله به موازش از زمین و هوا به سوریه حمله می کند. ترکیه از شورشیان مخالف بشار اسد در سوریه حمایت میکند و در طرف مقابل سوریه از سوی بزرگترین متحدش روسیه حمایت میشود. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل با اشاره به بحرانی بودن شرایط برای مردم این مناطق طرف این را به خیشتنداری و آتش بس دعوت کرده هنوز مقام های رسمی سوریه یا روسیه به این حملات واکنشی نشون ندادند برای گفتگو در این باره مهرزاد بروجردی رئیس دانشکده امور همکانی و بین المللی دانشگاه ویرجینیا از واشنگتن با ما آقای بروجردی درگیری ها چند هفته ای بود که بسیاری از ناظران رو نگران کرده بود حالا به نظر میاد که کار بالا گرفته چقدر سوریه و ترکیه به سمت جنگ تمام ایار دارن قدم برمیدارن؟ برای با درود از کنم که به نظر میاد که این بحرانی که از دو ماه پیش شروع شد و تا به حال حدود یک میلیون نفر رو هم بی خانمان کرده وارد یک فاز جدیدی شد با این ضربه که به ارتش ترکیه وارد شد امروز و بیش از سی سرباز ها کشته شدن این آقای اردوغان رو در این موقعیت بدی قرار میده به این عبارت که آیا میخواد یک انتقام بگیره و جنگ رو بالاتر ببره نفوذش رو در سوریه بخواد بیشتر بکنه که خب این به منزله این خواهد بود که نه تنها با ارتش سوریه بلکه با ارتش روسیه هم که حامی دولت آقای اسد هست مجبور میشه درگیر بشه و این بسیار بسیار نگران کننده است با در نظر گرفتن اینکه به خاطر اتفاقاتی که در سالهای گذشته اتفاق افتاده دولت ترکیه رابطه آنچنان حسنه ای هم با متحد ناتو فروش امریکا نداره دقیقا خریم. همینجاست آقای بروجردی نکته اینکه ترکیه عضو ناتوست اگر در مرامنامه این سازمان اومده که اگر به کشوری از اعضا حمله بشه بقیه باید در حمایت از او در واقع برخیزن حالا آمریکا و سایر کشورها از ترکیه حمایت خواهند کرد در مقابل سوریه که به نظر میاد روسیه پشتش باشه من فکر کنم حمایت به شفاهی خواهند کرد ولی اینکه واقعا درگیر بشن به خصوص امریکا با در نظر گرفتن نگاهی که آقای ترامپ داره و روابط حسنه ای که با دولت آقای پوتین داره به نظر من این کار رو نخواهند کرد و این هست که ترکیه رو واقعا در یک موقعیت بدی قرار داده اونها اگر بخوان مسئله رو به شورای امنیت ببرن اونجا هم روسیه میتونه از حق به خودش استفاده بکنه یک سری از سناتورهای جمهوری خواه دارن صحبت از این میکنن که منطقه عدم پرواز ایجاد بشه در این منطقه که اون هم به نظر میاد با در نظر گرفتن مخارج اون و همچنین تنش با تنش با روسیه آنچنان مطلوب دولت آقای ترامپ نباشه بسیاری در داخل ترکیه منتقد این سیاست آقای اردوغان بودند که اساسا نیروهای ارتش ترکیه در ادلب سوریه چه میکنند ما چرا باید درگیر یک جنگ دیگر بشیم خود ترکیه هم همونطور که گفتید با آمریکا سر اون ماجرای گروگانگیری کشیش آمریکایی به بحران بزرگی دست رسید در واقع با روسیه هم همینطور اوضاع چندان مناسب نیست مشخص هست که سیاست خارج جی آقای اردوغان چه مسیری رو پیش گرفته اصلا برنامه ای وجود داره؟ بله واقعا این این سردرگمی رو میشه دید ببینید دولت ترکیه با خرید موشک های اس 400 از روسیه که امریکا و دیگر کشورهای ناتو میگفتن امنیت اونها رو تهدید میکنه یک دهنکجی کرد به همکاران خودش در, در ناتو بعد مخالفتشون با طرح صلح اسرائیل و فلسطینیایی که دولت آقای ترامپ مطرح کرد روابط رو با امریکا خرابتر از پیش هم به صدا خرابتر کرد حالا از سوی دیگه دولت آقای اردوغان دو سال پیش با ایران و روسیه سر مسئله سوریه به توافق رسیدن قراردادی امضا کردن و غیره اما اتفاقی که افتاده در این چند ماه اخیر این است که گروه های تندرو حزب حیات و تحریر شام که به اصطلاح معترف القاعده بوده اومده و کنترل بخشی از این استان ادلب رو از دست نیروهای معتدلتر گرفته و بنابراین دولت سوریه و همچنین روسیه میگن که این دیگه شامل اون آتشبسی که ما دو سال پیش توافق باش توافق کردیم نیست و ما عقب نشینی نمی کریم. و این هست که حالا سیاست و کلان خارجی دولت ترکیه در واقعا در مزان یک امتحان اساسی خواهد بود که آیا به طرف امریکا چرخش خواهند کرد یا سعی میکنن که با آقای پوتین وارد یک نوع توافق دیگه بشه ممنونم از شما مرزاد بروجردیم رئیس دانشکده امور همگانی و بین المللی دانشگاه ویرجینیا تک که از واشنگتن در آمریکا با ما بودند اما در افغانستان تیموتی ویکس استاد پیشین دانشگاه آمریکایی در کابل که سه،, سه, سال و نیم سه سال و نیم در اسارت طالبان بود و در ماهای گذشته در ضمن تلاش ها برای مصالحه طالبان با آمریکا در برابر آزادی انیس حقانی از اسارت رها شد برای شرکت در مراسم امضای توافق صلح آمریکا و طالبان وارد دوه شد جالب اینجاست که انیس حقانی مقام ارشد طالبان از او در فرودگاه استقبال کرده آقای ویکس پس از رهایی به طرفداری از صلح در افغانستان شروع به فعالیت کرده بود در این باره گزارشی داریم از سیر کارگر یک منبع در حکومت افغانستان به بی بی سی گفته که آزادی زندانیان طالبان و دولت افغانستان در جریان مذاکرات بینالافغانی مورد بحث قرار می گیرد به گفته این منبع که نخواست نام از او برده شود تبادله زندانیان دو طرف یک موضوع بسیار مهم و فنی است و ممکن نیست که پس از توافق امریکا و طالبان به صورت فوری این زندانیان آزاد شوند این منبه گوید، زندانیان نظر به جرم سن و وضعیت صحیحشان دستبندی میشوند و بعد آزاد خواهند شد منبع می گوید دو طرف باید در جریان مذاکرات بین الافغانی از برخی خواسته هایشان کوتا بیایند تا این گفتگوها زودتر به نتیجه برسد در همین حال وزارت دولت در امور صلح افغانستان می گوید آزادی زندانیان طالبان از صلاحیت های دولت این کشور است ناجی انوری سخنگوی این وزارت می گوید که زندانیان با در نظر داشت منافع ملی افغانستان آزاد خواهند شد. وزارت دولت در امور سال در اماهنگی با ادارات مربوط روی موضوع زندانیان و طالبان اشراف کامل داره و در باره هر نوع تصمیمی که از سوی دولت گرفته می شه بر اساس منافع ملی بوده و مهم در روند سال هست. حکومت افغانستان گفته قرار است پایان امروز ارزیابی هایش در مورد دوره هفت روزه کاهش خشونت ها را شریک سازد. بر اساس آمارها حدود ده هزار طالب در زندانهای افغانستان زندانی هستند. در این حال حدود سه هزار زندانی دولت افغانستان نزد طالبان زندانی هستند که بیشتر آنها نیروهای امنیتی هستند. بسیار کاگر گزارش میداد همزمان زمان یک هفته ای توافق بر سر کاهش خشونت ها در افغانستان امروز به پایان میرسد این توافق پس از مذاکراتی 18 ماه بین ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان به دست آمده بود گفته شده که دو طرف قرار است فردا موافقت نامه صلحی را امضا کنند تا کنون کاهش خشونت ها به گونه گسترده ای از سوی دو طرف جنگ رعایت شده از جمله در ولایت قندوز جایی که گروه طالبان بارها به آن حمله کردند و دست کم دو بار تا مرکز شهر پیشروی کردند علی حسینی خبرنگار ما در سفری به این ولایت از شهروندان قندوز درباره کاهش خشونت ها و صلح در این ولایت پرسیده جنگ تمام سرمایه دکان عبدالرحمن را از بین برده طالبان در خانهش پناه گرفته بودند که حمله هوایی شد و دار و ندارش به هوا رفت یخچال هم داشتند چرا ضربه خورد یخچال خیتر خیتر رنگ شد هوایی شد هوای هوای جد جد زد جد زد این چه بود طالب طالبا اون میزه هم دروازه کلام بود مش بود این هم حال روز مکتب روستا اول به مثل بازی بود که شد به مثل بمب روستای تلاوکه ولایت قندوز پای جنگ و تمام خانه ها کشیده شده حدود صد خانه حالا پس از سه سال دولت بر منطقه مسلط است میراث جنگ برای بسیاری از افغان ها چیزی شبیه این اتاق است خانه هایی که خراب شده در بمبارمان هوایی قرار گرفته و افرادی که در آن خانه ها بوده کشته و یا زخمی شده و خسارات زیادی هم به خانه ها وارد شده همین موضوع درد و رنج جنگ سبب شده که افغان ها به مراتب بیشتر از خیلی افراد دیگر کشته صلح باشند غیاس الدین رئیس شورای روستا هر دو پایش را در انفجار مین از دست داده میگوید جان نیروهای دولتی را هدف قرار داده بودند اما او قربانی شد پرسیدم اگر روز صلح بیاید حاضر است با همین جنگ جیان همسایه شود کجا بریم وطن همین جای, همی جای همی جا برادر دیگه غریبی نداریم مجبور نگیردیم آماد گذارا میکنیم دیگه تقریبا همه این هایی که اینجا هستن با ما صحبت کردن و میخواستن خود خدا که اثرات شدیدی از جنگ دران دیده میشه به ما نشان بدن اینها امیدوار هستن که توافق بین ایالات متحده امریکا و گروه طالبان به دنبال آن صلح ج... بیاید اما این قدم اول است گفتگاه های بین الافغانی و روند بعد از آن مشخص میکنه تا چه اندازه امیدواری های اینها به نتیجه میرسه و صلح به این منطقه میاید. امی منطقه امیال خط است. برای بسیاری از افغانها از جمله صلاح الدین گفتگوهای بین الافغانی سرنوشت جنگ را مشخص می کند. جایی که در آینده نزدیک خود افغانها باید به فکر حل مشکلشان باشند. ام موافقه که بین طالب و امریکا صورت میگیره شاید نقطه پایان جنگ امریکا در افغانستان باشه و نمی گفتگوهای بین الافغانی یک بستر برای جور کردن یک حکومت باشه جشن صلح در مرکز شهر دقیقا در ای که چند ماه پیش حمله انتحاری ده کشته بر جای گذاشت هفته گذشته اما آرامش کوتاهی در جنگ طولانی این کشور بود افغان ها با بیم و امید چشم براه کبوتری با شاخه زیتون نشستند علی حسینی گزارش میداد در یکی از تازه ترین خبرها درباره این بیماری بیماری کرونا که شیوعش در ایران بسیار گسترده است و بسیاری رو نگران کرده جان سنو شب... خبر گزارشگر شبکه چهار بریتانیا هم گفته که او برای انتخابات ایران به تهران سفر کرده بود تا گزارش بده و او الان میگه که احتمال میده که او هم به کرونا مبتلا در یک قرنطینه خانگی به سر میبره در خانه از خانه خارج نمیشه برای اینکه بررسی بشه که دقیقا مبتلا شده یا نه نظرات بسیار زیادی از شما دریافت کردیم علی رضا گفته که این موضوع رو یادمون نره که این هواپیمایی ماهان تا آخرین روزات تا آخرین ساعتها همچنان به چین سفر میکرد و برمیگشت این یکی از دلایلی است که ام، ابتلا به این ویروس در ایران بسیار بالا بوده کاربری به اسم سعید گفته رهبر ایران ادعای بزرگ مبارزه و مقابله با آمریکا و اسرائیل دارد اما حتی در تولید کافی ماسک و مواد اولیه بهداشتی مورد نیاز شهروندان ایران ناتوان مونده ام، همینطور کاربر دیگری گفته که بر اساس نظر روانپزشکان ترس سیستم ایمنی بدن رو ضعیف میکنه و احتمال به بیماری رو افزایش میده بنابراین بهتره که مراقبت های لازم رو خودمون داشته باشیم که همین ترسیدن هم ممکنه که یک مقدمه ای بشه برای ابتلا به این ویروسی که مشخص نیست که کسانی که بهش مبتلا شدن چقدر زنده میمونن چقدر ممکنه که نجات پیدا بکنن و چقدر ممکنه که این بیماری دوباره سراغشون نیاد بریم سراغ خبرهای ورزشی امروز با پوریا ژافره که اون هم اتفاقا ارتباط داره به همین بیماری کرونا خب اخبار ورزشی رو با یه خبر ناگوار شروع میکنیم یک فوتبالیست زن ایران جون خودش رو بر اثر بیماری کرونا از دست داده الهام شیخی که در تیم زنان قوم بازی میکرده بر اثر کرونا بعد از اینکه آزمایشش مثبت عذاب در اومد از دنیا رفت و البته حرفای ناراحت کننده ای رو هم از طرف نایب رئیس فوتبال زنان قوم شنیدیم خانومی به اسم آمده رسولی اولا که گفتنشون در تیم ملی نبوده انگار که مثلا تفاوتی میکرد اگر ایشون تو تیم ملی بود یا نه چون یک الهام شیخی هم هستش که برای تیم ملی فوتسال بازی میکنه و از قضا با او اشتباه گرفتن مسئله دیگه هم که در مسابقه ای که خانم رسولی با خبرگزاری اینا داشته خیلی ابراز ناراحتی کرده که های زیادی بابت مرگ این دختر فوتبالیست با او گرفته شده پوریا همزمان ما مسابقات لیگ برتر فوتبال در ایران برگزار شد دیروز درسته خود برگزار شدن مسابقه ها جای سوال داره نتایج رو من سریع میگم ولی که مهمتر از نتایج خود برگزاری مسابقات به اون میپردازیم ماشین در تبریز بدون حضور تماشاگران بودن تمام این بازی ها از نساجی مازندران سه بر شکست خورد فولاد در اهواز یک بر شاهین بوشهر رو برد استقلال باخت به گلگوهر سیرجان مسافرتی که استقلالی نمیخواستن انجام بدن زوباهن و سپاهان در داربی اصفهان یکی یک کردن پرسپولیس هم سه یک شهر خود رو برد در این حال فدراسیون هم اعلام کرد که بازی پرسپولیس و سپاهان به دلیل حاضر نشدن سپاهان با نتیجه سه هیچ به نفع پرسپولیس اعلام شده به این ترتیب پرسپولیس با 47 امتیاز در سطح جدول واقعا بعید میرسه که دیگه تیمی بتونه بهشون برسه و یه قهرمانی دیگه احتمالا نصیب پرسپولیس خواهد شد اما خود برگزاری مسابقه نامه هایی که فدراسیون فوتبال سرپرست موقت و هیدر بهاروند به تیم های سپیدرود رشت و مربان انزلی که ابراز نگرانی کرده بودند به خاطر تست مثبت بازیکنانشون به ویروس کرونا و اینکه از اونها خواسته که به خاطر نظم کشور بازی ها رو برگزار بکنن خودش جای سواله از اون مسائلی هستش که هم فدراسیون جهانی فوتبال فیفا پیگیری میکنه و هم کنفدراسیون فوتبال آسیا یا چون خود کنفدراسیون فوتبال آسیا همین دیروز اوایل صبح تصمیم گرفت که بازی های هفته سوم خودش رو در تمامی جاهایی که شک به شیوع وجود داره یعنی که تمامی مسابقاتی که تیم از ایران یا کره جنوبی یا چین در اون هستن رو فعلا لغو کرده تا اطلاع ثانوی ولی هنوز مسابقات به صورت کلی لغو نشدن کاربری به اسم حسین برای ما نوشته که کرونا آمد نماز جمعه برگزار نمیشه و ما برای یکی از محدود دفعات هست که مرگ بر آمریکا نخواهیم شنید خب این هم تناقض جالب است. این سراغ بخش دوم بررسی مجلات این هفته با مسعود بهنود روزنامه نگار در لندن پایان بخش برنامه چشم انداز بام دادی امروز دومین بخش از بررسی مجلات این هفته رو اختصاص بدیم به دو نامه نقد و بررسی کتاب تهران که شماره 63 بومش منتشر شده و نقط بند که شماره نهمش هست این دوتا دوتا نشریه با نگرش مختلف هستند نقد و بررسی کتاب تهران در حقیقت ادامه یک نوع جنگ ادبی سیاسی اجتماعی هست که از قدیم بوده و اتفاقا نشریات همیشه معتبری بوده است از یقما شما بگیرید تا سخن تا حتی در سالهای اخیر بخارا و نشریاتی شبیه نشریاتی که ایرج افشار منتشر کرد آینده و بسیاری نشریات دیگه که اسمشون در حافظه تاریخ ادبیات ایران مانده است نقد و بررسی کتابی همچین نگرشی داره و بنابراین یک نگاه قدیمی جا افتاده داره و با توجه به اینکه صاب امتیاز از اهالی پرشور شیراز هست آقای هرمز همایون پور. بنابراین نشریه یه تیکی هم به طرف شیرازی ها داره که اونم خب شیرینه در این شماره عکس بزرگ روی جلد اختصاص داده شده به آقای دکتر ناصر تکمیل همایون چرا به خاطر اینکه گفتگوی کرده است مجله با ایشون درباره ایران پژوهی آقای ناصر تکمیل همایون می شود گفت که 50 سال است که با شدت و هدت و هنرمندی و پشتکار بسیار جدی این امر رو یعنی ایران پژوهی رو بدون توجه به غرورهای شعارهای سیاسی بدون توجه به بزرگ های بیفایده و بدون توجه به ندیده گرفتن زوایای خیلی مهمی از تاریخ گذشته ایران به صورت علمی و مداوم دنبال کرده است م... کتاب های متعددی به همین جهت هم درست مجله انتخاب کرده بعد میرسیم به یادداشت هایی که این وسط میاد و همه خوب خواندنی است آقای فرید قاسمی که الان دیگه تاریخدان توات ایران قطعا هستند و کهنه کارتر آدمی در این زمینه اصلا این وسط های خاطره هم خوندم از ویکتور خانم دانشور خواهر کوچیک سیمی خانم دانشور نازنین درباره مدرسه رفتنشون با خواهر به مدرسه ای در شیراز که اون رو هم عرض دونستند با مدرسه ای که جردن در تهران درست کرد و مشهور است به همه تهرانی ها یا دیگران که وقتی حتی, حتی الان سر چهارراهی میرسیم که این مدرسه اونجا بودش همچنان اونجا یادش زنده است اینجا اول به عنوان کالج شناخته می شد و بعدا که ما مدرسه رو شدیم شد دبیرستان البرز و یاد آقای مجتهدی ایشون یادآوری کرد از اون مدرسه در شیراز و خانم الا خانم الا به خاطر اینکه خانمی رئیس مدرسه بود انگلیسی الاجرارد که در این حال معروف هم بود به اینکه این مدارس و انگلیس ها درست کردن جاسوس میپرورانند که در حقیقت دست کم این دوتا بزرگواری که جلوی چش ما هستند یعنی ویکتور خانم و همینطور زنده یاد سیمین خانوم دانشور به این مدارس نرسیدن اما نقطه بند نقطه بند نهمین شماره خود داره رو و مثل شماره های گذشته با رو جلد بسیار زیبایی فصلنامه اقتصادی فرهنگی در مقدمه البته بدون اسم ولی معمولا مدیر یا سردبیر می نویسند نوشته است که مادر بزرگ من و مرسده روح شاد حالا دیگه نیست دست بسیار خوبی داشت زمستون ها آشی می که هیچ رسم و نشانی نداشت نه شبیه آش آشرشته بود که رشته های کلوفت و نرمش وسوسط کنه نه شبیه آش جو چشک و شل از هر کدومشون یه تیکی برداشته بود عادت غریبی داشت چیزهای بی ربط رو با هم قاطی می کرد ساعتها وقت می گذاشت. که اول کدوم رو بریزه بعد کدوم رو سواد نداشت و اینها رو از کسی یاد نگرفته ولی میدونست چه تمی به چه تمی میاد و کی باید که اون رو بخوره و چه چی چیزی رو باید با اون یکی قاطی کرد این قصه رو تعریف کردم که به اینجا برسم که ایده این شماره نقطه بند چیزی شبیه همون آشه ما از همین ایده استفاده کردیم و چیزهای به ظاهر بی رفت رو با یک مفهوم مشترک به هم وصل کردیم چرا اینو میگه مدیر یا سردبیر وقتی که باز میکنیم مجله رو مجله از ابتدا تا انتها غیر از همین یه دونه مقاله که خوندم بدون امضا هستش بقیه همه مصاحبه هست که به نظر میرسه که مصاحبه و خبرنگاران جوان هستند و مصاحبه هایی خیلی بیشکل شکل گرفته این که میگم بیشکل به دلیل این که ما چندین نوع مصاحبه در عالم روزنامه نگاه که یکی از اونها در حقیقت خبرنگار ضبط صوت هست یعنی موقعی است که خبرنگار میشینه با یه تعدادی سوال و این رو میپرسه و طرف جواب میده و اونو میره ضبط میکنه و پیاده میکنه خیلی صادق ولی هرچی دنیا میگذره مصاحبه های برگزار میشه که در اونجا این دوتا با همدیگه یک چالش چلنجی میکنند و اطلاعات خبرنگار اونقدر بالا هست که میتونه در یه زمینه های اصولا این مصاحبه رو را راه ببره و یه شکل و فرم حرفه خاصی بش بده نه نشریه از این نوع مصاحبه ها توهیست اما این اعتبار رو داره که با آدم های مختلفی در همه زمین هایی که فکر کنین همطور که خود مدیریار سردبیر گفت مثل آشرشته و همه آشای دیگه همه چیز توش داره با هم نگاه گذرا کردیم به نقد و بررسی کتاب تهران و نقطه بند با مسعود بهنود روزنامه نگار در لندن پیام آخر برنامه امروز براتون بخونم از میسم که گفته آمار زیاد مبتلایان مقامات و حکومتی دو حالت داره یا اینکه کووید 19 خیلی بیشتر از آماری که مقامات اعلام میکنن در ایران فراگیر شده که این تعداد بالا از مسئولین هم مبتلا شدن یا یعنی اینکه مسئولین رد بالا میخوان اینطوری به مردم القا کنن که ما هم ممکنه ویروس رو بگیریم و به زودی خوب میشیم و این مریضی خطرناکی نیست پس دلیلی هم برای نگرانی وجود نداره به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه چشم بامدادی امروز در ساعت اولش اگر با ما باشید تا دقایق دیگر سانی های دیگر برمیگردیم با پخش ساعت دوم برنامه چشم اندازه بامدادی امروز اگر اینجا ما رو ترک میکنید من ناصر مدنی هستم به اتفاق فیروزه اکبریان و همکار دیگرمون مینا جوشقانی روز خوبی رو براتون آرزو میکنم ایام بکام